سرخط خبرها. مدودف اگر اوکراین از موشک‌هایی که ایالات متحده برایش فرستاده استفاده کند، موسکو به شهرهای غربی حمله خواهد کرد. انهدام محموله بزرگ تسلیحات غربی در اوکراین. ارتش اسرائیل در هر جنگ آینده روزانه هزاران موشک بر سر ما فرو می‌ریزد و جرقه جنگ جهانی. مشروع اخبار. مدودف اگر اوکراین از موشک‌هایی که ایالات متحده برایش فرستاده استفاده کند، موسکو به شهرهای غربی حمله خواهد کرد. یکی از متحدان کلیدی پوتین به اوکراین و غرب هشدار داد و گفت که سواران آخرالزمانی در راه هستند. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری سابق روسیه و معاون رئیس شورای امنیت ملی این کشور، هشدار داد که اگر اوکراین از موشک‌هایی که ایالات متحده برایش فرستاده استفاده کند، موسکو به شهرهای غربی حمله خواهد کرد. وی در تلگرامش نوشت کشورهای ناتو به اوکراین تسلیحات می‌فرستند. به سربازان آموزش می‌دهند تا چگونه از این تسلیحات غربی استفاده کنند. مزدورانی را به این کشور می‌فرستند و نزدیک مرزهای ما رزمایشاتی را برگزار می‌کنند و در نتیجه احتمال درگیری مستقیم بین ناتو و روسیه را افزایش می‌دهند. چنین درگیری خطر یک جنگ هسته‌ای تمام عیار را به دنبال دارد. مدودف همچنین به غرب هشدار داد: می‌خواهم بار دیگر صراحتاً اعلام کنم، شما نباید به خودتان و دیگران دروغ بگویید. شما باید به عواقب احتمالی کارتان فکر کنید. انهدام محموله بزرگ تسلیحات غربی در اوکراین. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در نشست خبری روزانه گفت که نیروی زمینی این کشور با پشتیبانی حملات موشکی توانست حجم زیادی از تسلیحات ارائه شده از غرب به اوکراین را نابود کند. کوناشنکوف توضیح داد موشک‌های هواپرتاب نقطه زن در منطقه ایستگاه راه‌آهن اوداچنوی واقع در جمهوری خلق دونسک محموله بزرگی از تسلیحات و تجهیزات نظامی را که ایالات متحده و کشورهای اروپایی به گروه ملی‌گرایان اوکراینی داده بودند منهدم کردند. ارتش اسرائیل در هر جنگ آینده روزانه هزاران موشک بر سر ما فرو می‌ریزد. رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در هر جنگی که در آینده صورت بگیرد، روزانه هزاران موشک بر سر اسرائیل فرو می‌ریزد و خسارت جانی و مالی زیادی به افراد وارد خواهد شد و این کار آسانی نخواهد بود. به گزارش اینا، ویا کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی که پیشتر لبنان را تهدید نظامی کرده بود، دیروز دوشنبه در سخنانی در نخستین کنفرانس آمادگی جبهه داخلی اسرائیل رسما اعتراف کرد که با وقوع جنگ احتمالی آینده، هزاران موشک در روز بر سر اسرائیل فرو می‌ریزند. رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ما باید صادقانه از سختی‌های جبهه داخلی در جنگ بعدی با حزب الله سخن بگوییم. موشک‌های زیادی در اینجا در اسرائیل سقوط خواهد کرد و به اموال و جان انسان‌ها آسیب می‌رسد و باید این انتظار را داشت. به تصریح کرد ما باید انتظار این را داشته باشیم که در صورت وقوع جنگ آینده با حزب الله روزانه خیلی بیشتر از 300 موشک روی اسرائیل فرود بیاید و مدت زمان چنین جنگی طولانی خواهد بود. جرقه جنگ جهانی. به گزارش نجف‌زاده، خبرنگار سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، تنش‌ها میان چین و آمریکا بر سر تایوان بالا گرفته است و پکن می‌گوید به محض اعلام استقلال تایوان حمله می‌کنیم. آمریکا بنزین روی آتش می‌ریزد و در حالی که تایوان عضو سازمان ملل نیست، تلاش می‌کند تایوان را در این سازمان به رسمیت بشناسد. سفر مقامات کنگره آمریکا به تایوان هم موجب خشم چین شده و در پاسخی سریع با همراهی روسیه رزمایش نظامی اطراف جزیره تایوان برگزار کردند.